فکر کن یه بازی داری که تو سال 2077 تمام چیزهایی که فکرشو بکنی بتونی انجام بدی. کیانو ریوز یکی از شخصیت اصلی بازیه و همیشه باهاته. بدن خودتو تا جایی که دلت بخواد عوض کنی. بازی که کلی وعده داد و تونست خودشو به عنوان یه رقیب بهترین بازی سال بشناسونه. ولی در آخر به هیچ کدوم از این وعده ها نتونست عمل کنه و بیشتر تبدیل به یه درس عبرتی برای بقیه سازنده ها شد. اما آیا یکی از بزرگترین شکست های تاریخ گیمینگ تونسته مشکلاتش رو پشت سرش بذاره و خود واقعیش رو به پلیران نشون بده؟ با نقد و بررسی سایبرپانک 2077 با ما همراه باشید. اولین تریلر سایبرپانک با اینکه چیز زیادی رو نشون نداد، اما با اتمسفر یه دنیای در آینده به سبک سایبرپانک تونست پلیرهای زیادی رو از جمله خود من به سمت خودش جذب کنه. و موفقیت سیدی پراجکت ره در بازی ویچر 2 و بعدها در ویچر 3 باعث شده بود که خیلی‌ها دید خوبی نسبت به این بازی داشته باشن. اما این تریلر بیشتر برای این بود که نشون بدن پروژه بعدیشون چی قراره باشه و ما تقریباً تا بعد از عرضه ویچر 3 خبر زیادی از سایبرپانک نداشتیم. تا وقتی که در ایفری 2018 با اولین تریلر گیم پلی سایبرپانک تونستیم نایت سیتی رو ببینیم. و این یه نقطه شروعی بود برای قولایی که سایبرپانک بهمون میداد و تا عرضه بازی این وعده‌ها بیشتر و بیشتر می‌شدن. مثلا یک سال بعد از اون توی ایفری 2019 فهمیدیم که کیانو ریوز قرار هستش توی این بازی باشه و نقش جانی سیلورهند رو به عهده بگیره. و البته خیلی چیزای دیگه که بعد از اون مثل اپیزودهای نایت سیتی وایر باعث شد که هایپ دور سایبرپانک بیشتر و بیشتر بشه. تا حدی که خیلی ها اونو به عنوان بهترین بازی نه تنها اون سال بلکه تاریخ گیمینگ بشناسن. اما با کلی تأخیرهای پی در پی پلیرها و البته سهامداران خسته شده بودن و از اونجایی که دیگه CD Projekt Red نمیتونست بیشتر از این بازی رو تأخیر بده، بازی رو بالاخره در دسامبر سال 2020 عرضه کرد. و البته بازی پر از مشکل بود، مثل باگ‌هایی که باعث کرش کردن بازی میشد، صحنه‌هایی که ما توی تریلرها می‌دیدیم و اصلاً توی بازی اصلی نبودن، و در مورد وضعیت کنسولای نسل 8 هم که نباید بگم براتون. وضعیت این بازی رو هنگام عرضه فقط میشد ناتمام گفت و شدت نارضایتی پلیرها از این موضوع خیلی معلوم بود. تنها موضوعی که باعث شده بود سایبرپانک از یاد پلیرها نره و اونو به یه بازی تبدیل کنه که حداقل یه بار تجربهش کنیم، داستان‌ها و ساید کوئستاش بود. من این بازی رو اولین بار روی پلی‌استیشن 4 تجربه کردم و میتونم بگم فقط به خاطر داستان و وجود شخصیت‌های مثل جکی، پنم، جودی و البته جانی سیلورهند به بازی کردنش ادامه دادم. ولی مثل خیلی از پلیرهای دیگه بعد از تمام کردن بازی و همه مراحل فرعیش مجبور شدم که بازی رو کنار بذارم، چون چیزی نبود که بتونه منو به خودش جذب کنه. تا وقتی که یک سال بعد از عرضه بازی آپدیت 1.5 این بازی تونست خیلی از مشکلات اونو حل کنه و حتی تونست بازی رو داخل کنسول‌های نسل 8 قابل بازی کردن بکنه. و عرضه نسخه نسل 9 در کنار این آپدیت باعث شد که خیلی از پلیرها دوباره به سمت این بازی برگردن و این دفعه بتونن از این بازی یک تجربه روون داشته باشن. درسته که هنوزم کلی باگ و مشکل داره، ولی این باگ ها و مشکل ها باعث میشه که شما بیشتر بخندین بهشون تا اینکه باعث کرش کردن بازی بشه و تونست زیبایی های واقعی نایت سیتی رو در دنیای خشنش به ما نشون بده. الان سایبرپانک با گیم پلی روون در کنار داستان خوبش در بهترین حالت خودش از ابتدای عرضه قرار داده و این مدلی هستش که باید بازی عرضه میشد. اما فعلا با این کارشون و کنار نذاشتن بازی بعد از شکستش مثل EA تونستن شانس یه فرصت دوباره رو به دست بیارن. بازی سایبرپانک الان با یه داستان عالی، کامبت و گیم پلی به سبکی که شما علاقه دارین و بالاخره یه رانندگی خوب، یه بازی هستش که میشه پیشنهاد داد. و با آینده‌ای که در انتظارشه از جمله اکسپنشنایی که قرار هست عرضه بشه، میشه گفت که این بازی کم کم داره تاریکی‌های گذشته‌اش رو پشت سر می‌ذاره. بالاخره نایت سیتی یه شهریه که هر کسی شروع تازه توش پیدا می‌کنه. پس تیم گیمری ما به سایبرپانک 2077 امتیاز 8 از 10 رو میده و جدی پیشنهاد می‌کنیم که حتما به این بازی یه فرصت دوباره بدید. Gang, you don't believe in no fame, every day taking a drain, stepping up to what is
city of dreams, city of game. You don't believe in no fate. I might just take out the grave. Sipping that pit with a tank. City of dreams, city of game, 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 game. City of dreams, living your grave. You're living your grave. City of dreams, city of game, 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 game. City of dreams, living your grave. You're living your grave. City of dreams, city of game. ممنون که تا آخر ویدیو همراه بودین. اگر که از این سبک نقد و بررسی خوشتون اومده حتما با لایک و کامنت بهمون بگین. تا ویدیو نقد و بررسی بعدی، من ایلیا بودم از تیم گیمری ما. خدا نگهدار.